آمریکا درباره مسائل منطقه مذاکره نمی‌کنه. سیاست خارجی کشور با رفت و آمد دولت‌ها تغییر نمی‌کنه. این موازی رهبر معظم انقلاب است که در دیدار صبح امروز با وزیر امور خارجه، سفرا و کارداران جمهوری اسلامی ایران مطرح شد. حضرت آیت الله خامنه ای سیاست خارجی کشور را همان سیاست خارجی نظام در قانون اساسی خواندند و تاکید کردند سیاست خارجی کشور مانند همه کشورهای جهان بر منافع بلند مدت و اصول و ارزش‌ها استوار است و با رفت و آمد دولت‌ها با صلاحیت سیاسی گوناگون تغییر نمی‌کند. دولت‌ها فقط در تاکتیک‌ها و ابتکارات اجرایی راهبردهای سیاست خارجی تأثیرگذار و دخیلند. حضرت آیت الله خامنه ای خطاب به مسئولان وزارت خارجه و سفرا و کارداران تأکید کردند توجه داشته باشید که تاکتیک‌های سیاست خارجی باید در خدمت مبانی راهبردی باشد، نه اینکه به اسم تاکتیک بر ضد اصول عمل شود. ایشان منطق جمهوری اسلامی ایران در مسائل منطقه را دنیا پسند و محکم برشمردند و در تشریح راه حل‌های ایران برای این مسائل افزودند در مسئله فلسطین ما ضمن نفی رژیم قاصب و جعلی و محکومیت شدید فجایع و جنایات روزانه این رژیم برگزاری انتخابات با حضور همه فلسطینی‌ها را پیشنهاد کرده ایم که با موازین جاری دنیا نیز کاملا منطبق است. ایشان افزودند هر دولتی از دل آراء ملت فلسطین بیرون بیاید تکلیف صهیونیست‌ها و ساکنان سرزمین‌های اشغالی را مشخص خواهد کرد. البته در مخالفت با پیشنهاد منطقی ما گفتند این به معنای فروپاشی رژیم قاصب است که طبیعی است این رژیم جعلی باید دچار فروپاشی شود. رهبر انقلاب درباره سوریه نیز تاکید کردند حرف ما در این زمینه مستحکمترین حرف هاست. ما معتقدیم معنی ندارد کشورهای دیگر دور هم جمع شوند و راجع به یک نظام حکومتی و رئیس آن حکومت تصمیم بگیرند. این بدعتی خطرناک است که هیچ حکومتی در جهان اجرای آن را درباره خود نمیپذیرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای افزودند راه حل مسئله سوریه انتخابات است و برای این کار باید با قطع کمک‌های نظامی و مالی به معارضان ابتدا جنگ و ناآرامی پایان پذیرد تا مردم سوریه در محیطی امن و آرام هر کس را می‌خواهند انتخاب کنند. حضرت آیت الله خامنه‌ای درباره عراق هم وحدت سرزمینی، تمامیت ارضی و مرجع بودن آراء مردم را اصول راه حل ایران اعلام کردند و گفتند تقسیم این کشور به مناطق عرب شیعه، عرب سنی و کرد کاملا مخالف منافع مردم، عملی نشدنی، بی‌معنا و غیر قابل قبول است. قطع فوری این جنایتی که دارن سعودی ها میکنن. این اولش. بعدم گفتگوهای یمنی. خب در یمن واقعا ببینید یک بام و دو هوایی که میگن اینجا زام. در یمن رئیس جمهور یمن این منصور هادی استعفا کرد. ببینید چقدر سست پایه اقدام جنایتکارانه ای که این مجموعه سعودی ها دارن انجام میدن. میگن رئیس جمهور این کشور از ما خواسته. کدوم رئیس جمهور؟ رئیس جمهور رو نیست. یعنی اینجا اونی که استعفا کرده رفته او صاحب اختیاره. در سوریه حالا این مقایسه کنید با سوریه، سوریه رئیس جمهور قانونیست، سر کاره، بلاخره دستگاه مال اوز متعلقه بود. اینجوری برام رهبر انقلاب درباره بحرین نیز افزودند مردم بحرین هیچ چیزی جز حق رأی و حق انتخاب نمیخواهند و ما این درخواست آنها را منطقی میدانیم. رهبر انقلاب سیاست‌های آمریکایی‌ها در منطقه بسیار حساس غرب آسیا را علت اصلی اوضاع نابسامان منطقه برشمردند و افزودند برخلاف نظر برخی افراد آمریکا بخش عمده مشکلات منطقه است نه بخشی از راه حل مشکلات. رهبر انقلاب با تاکید بر این که سیاست‌های آمریکا در منطقه نبیل جمهوری اسلامی در واقع مانع یک تازی هایی است که دستگاه‌های مسلط
دنبال این هستن که انجام بدن تو این منطقه، برخلاف دید کسانی که خیال میکنن آمریکا بخشی از راه حل مسائل منطقه است. نه، آمریکا درست بخش عمده مشکل مسائل منطقه است، بخشی از راه حل نیست آمریکا. خب این تصور که تغییر باید پیدا بکنه یا پیدا خواهد کرد طبق اختلاف لحنهایی که دارن سیاست خارجی جمهوری اسلامی، این تصور تصور باطلی است. برای خاطر اینکه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ساخته زیل و عمر نیست. حالا بنده نشسته باشم سیاست خارجی تنظیم کرده باشم، نه، قانون اساسی است. اونجی که ما امروز در سیاست خارجی داریم دنبال میکنیم درست نصوص قانون اساسی است. حضرت آیت الله خامنه ای همچنین تعبیر رزمندگان و جنگاوران خطوط مقدم در عرصه بین‌الملل را شایسته شغل و شأن مسئولان و کارکنان وزارت خارجه خواندند و افزودند وزارت خارجه با توجه به اهداف و وظایف خود به خوبی فعال است و به خصوص در تجربه اخیر مذاکرات هسته‌ای آقای دکتر ظریف و همکارانشان آزمون خوبی از سر گذراندند. رهبر انقلاب با تحسین تلاش و جدیت تیم مذاکره کننده گفتند احساس قدرت و نشستن در مقابل 6 قدرت جهانی، دفاع از اهداف و تثبیت حضور و وجود خود به طرفهای مقابل از جمله نقاط قوت مذاکره کنندگان کشورمان در مذاکرات هسته‌ای بود. ایشان تدین را مهمترین نقطه قوت آقای ظریف خواندند و افزودند بنده مکرر برای شما عزیزان دعا می کنم. رهبر انقلاب افزودند در اجرای برجام نیز باید نکات مهم و مورد نظر را دنبال کنید که تحقق این موارد هم امکان پذیر است. در این زمینه یک بار آقای رئیس جمهور به بنده گفتند دستیابی به برخی از نتایج ابتدا باورپذیر نبود، اما چون شما ایستادید ما هم ایستادیم و ممکن شد. پیش از سخنان رهبر انقلاب اسلامی، دکتر ظریف وزیر امور خارجه با اشاره به شرایط حساس منطقه تاکید کرد دستورها و خطوط ترسیم شده از جانب رهبر معظم انقلاب مبنای کار وزارت خارجه بوده و در دوران پسابرجام نیز نامه اخیر ایشان به رئیس جمهور در مورد نحوه اجرای برجام مبنای کار خواهد بود.